طرح اتاق کارآفرینی مدارس. این طرح در قالب یک پروژه مشترک با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان از سال 89 در قاین اجرا می شود و به دنبال آن است تا دانش آموزان شایستگی های لازم برای راه اندازی کسب و کار را فرا بگیرند و با تمرین یک کسب و کار کوچک امکان راه اندازی کسب و کار را در آینده داشته باشند. در این طرح فعالیت‌هایی مثل آموزش معلمان، آموزش دانش آموزان، جشن کارآفرینی، رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی، جشنواره کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزی اجرا شده است. طرح توان‌افزایی صاحبان کسب و کار و جوانان صاحب ایده. این طرح به دنبال توسعه شایستگی‌های افراد مستعد کارآفرینی است و برای این منظور اولین رویداد استارتاپ ویکند قاین را در سال 97 و با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور برگزار کرده است. همچنین تعدادی بانوی سرپرست خانوار در پروژه توانمندسازی گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار بهزیستی در 5 شهرستان استان آموزش و مشاوره لازم را فرا گرفتند. پروژه توسعه گردشگری پایدار روستایی. این طرح در دو روستای کرو و باراز اجرا شده است و به دنبال توسعه گردشگری پایدار بر پایه اصول توسعه بوم‌آورد است تا به بهبود معیشت جوامع روستایی کمک کند. در این طرح تا کنون یک خانه بومی در روستای کرو برای پذیرش گردشگران راه اندازی شده است و بیش از 10 تور در فصل برداشت زعفران میهمان روستاییان بودند. طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی. بنیاد تا کنون 6 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را در روستاهای شیرمر، محمدآباد علم، روم، نوقاب پسکو، بومنجان و آفریز تأسیس و حمایت کرده است. در این صندوق‌ها تعداد 291 بانوی روستایی عضو هستند و بنیاد با پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی و صندوق کارآفرینی امید به توسعه و رشد صندوق‌ها کمک کرده است. تأمین تسهیلات برای کسب و کارهای خرد. بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در راستای کمک به اجرای طرح‌های خوداشتغالی خرد، سپرده‌ای نزد بانک قرض‌الحسنی مهر ایران افتتاح کرده است تا بتواند از روی کارکرد حساب به افرادی که در زمینه راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک نیاز به منابع مالی دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ 4% پرداخت کند. طرح پروژه‌های فرهنگی. این پروژه‌ها شامل مشارکت در راه‌اندازی یک کتابخانه سیار روستایی با خرید خودرو برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تأمین 20 کوله کتاب و توزیع در روستای پیشکوه، پرداخت مبالغی به مدارس روستاهای فلک، کرو، گزنو و هنرستان خلیج فارس برای کمک به گازکشی مدارس بوده است. همچنین بنیاد مؤسس انجمن همشهریان قاینات و زیرکوه مقیم تهران بوده است و این نهاد به صورت مستقل در حال فعالیت می باشد.